سلام به جلسه پنجم، خیلی خوش اومدید. تو جلسه پنجم هم دو تا قالب دیگه رو باهاتون کار خواهم کرد که خیلی کاربردی هستن. تمام قالب هایی که توی سال 1403 باهاتون کار میکنم همگی مهم و کاربردی هستن، پس باید همه رو بلد باشید، مسلط باشید. اگر تازه به جمع ما اضافه شدی، حتما از جلسه اول آموزش ها رو ببینید و دو به دو بیاید جلو تا برسید به جلسه پنجم. تو جلسه پنجم این دو قالب خیلی مهم و کاربردی. ببینید، قالب اول میگه چی؟ میگه قصد نداشتم. میخوای یه نفر بگی قصد فلان کارو نداشتم، خب باید بگی چی؟ I didn't mean to. قصد نداشتم. اگر دقت کنید جمله توی زمان گذشته هست. این didn't که قبل از mean اومده جمله رو منفی میکنه، فعل رو منفی میکنه. didn't قبل از mean اومده و mean شده چی؟ نداشتم. درست شد؟ توی زمان گذشتم هست. حالا اگر زمان گذشته ساده رو نمیدونی، حتما اول برو زمان گذشته ساده رو ببین و بعد بیا ادامه جمله رو، ادامه آموزش رو ببین. درست شد؟ I didn't mean to. قصد نداشتم. mean به معنی قصد و منظور هستش. یک فعل، قصد داشتن. میخوای بگی که قصد نداشتم بی ادبی کنم، ها؟ I didn't mean to be rude. Be به معنی شدن هست. حالا be rude یعنی بی ادبی کردن. درست شد؟ I didn't mean to be rude. قصد نداشتم که بی ادبی کنم. I didn't mean to be rude. میخوای بگی که اون قصد نداشت که حالا اونو بکشه، به قتل برسونه. He didn't mean to kill him. پس وقتی که شما میخواید kill رو استفاده کنید و him رو بهش بچسبونید، حالا h رو حذف میکنید و میگه چی؟ kill him دیگه نمیگید، kill him بگید درست ها، مشکل نداره، ولی kill him سریعتر و بهتر هستش. پس شد چی؟ I didn't mean to به علاوه شکل ساده فعل. این خیلی مهمه. حالا هر فعالی که خواستید بیارید قبل از didn't میتونید بیارید، هیچ مشکلی نداره. درست شد؟ I, you, we, they, he, she و اشخاص رو میتونید قبل از didn't استفاده کنید. حالا میخوام همین قصد نداشتم رو بگم قصد ندارم، یعنی از زمان گذشته بیارمش توی زمان حال. درست شد؟ اینجا دیگه didn't تبدیل به don't و doesn't میشه. خب don't و doesn't جز فعل‌های کمکی هستن که توی زمان حال ساده استفاده میشن و برای منفی کردن جمله به کار میرن. حالا دوباره اگر زمان حال ساده رو نمیدونی، که زمان بسیار مهمی هست و 70% انگلیسی همین زمان حال ساده است، حتما برو زمان حال ساده رو ببین که کاملا مسلط بشی بهش و بعد دوباره بیا ادامه آموزش رو ببین. ببین میخوام بگم که قصد ندارم ناراحتت کنم، دلخورت بکنم. I don't mean to. اینجا چون فعالمون I هست، از don't استفاده میکنم برای منفی کردن فعلم. I don't mean to bother you یا I don't mean to offend you. درست شد؟ قصد ندارم تو رو ناراحت کنم. یا اگر فعالمون هی و شی و حالا اشخاص مفرد باشه، مثل علی رضا باشه، باید چی بیاریم؟ doesn't رو استفاده کنیم. مثلا میگم چی؟ He doesn't mean to. She doesn't mean to. She doesn't mean to offend. اون قصد ناراحت کردن یا اذیت کردن رو نداره. She doesn't mean to offend. درست شد؟ پس ببینید چند تا قالب رو توی یک همون قالب یاد گرفتیم. شما باید ساختارها رو بلد باشید، زمانها رو هم باید برید یاد بگیرید. الان دو تا ساختار رو بهتون یاد دادم، ساختار حال ساده و ساختار گذشته ساده. این دو تا ساختار رو حتما باید بلد باشید برای یاد گرفتن ساختارهای زیاد. ببینید ساختار حال ساده 70% انگلیسیه، حتما برید ساختار حال ساده رو که بهتون گفتم ببینید و تمرینش انجام بدید و کاملا بهش مسلط بشید. این از قالب اول.
منظوری نداشتم، قصدی نداشتم یا قصد ندارم. حالا میخوام بریم سراغ ساختار بعدی، ساختار نهم فکر کنم میشه، آره قالب نهم. بریم ببینیم قالب نهم. قالب نهم در مقایسه با، خب ببینید یک عبارتی که تا حالا شاید اصلا به گوشتون نخورده باشه، توی فارسی آره ولی توی انگلیسی اصلا شاید نفهمیده باشید که این جمله باید چجوری گفته بشه. در مقایسه با، compared to، در مقایسه با یه چیز و یه چیز دیگه. اول جمله سخته رو بهتون میگم که یه کمی حالا به فکر فرو برید و بعد بریم سراغ جملات آسون. ببین میگه چی؟ میگه he thinks that، اون فکر میکنه که، he thinks that، اون فکر میکنه که. توی زمان حال ساده وقتی که ما فاعلمون he باشه به فعلمون باید یه s اضافه کنیم یا es اضافه کنیم. he thinks that، من به think s اضافه کردم. بعدم دارم بهتون میگم اگر زمان حال ساده رو نمیدونید باید حتما یادش بگیرید. he thinks that، اون فکر میکنه که. حالا differences are minor compared to similarities، اون فکر میکنه که تفاوت ها، differences are minor، کم اهمیت هستند، جزئی هستند، compared to، در مقایسه با، similarities شباهت ها. پس اینجا differences یعنی تفاوت ها، similarities یعنی چی؟ شباهت ها. حالا compared to این دوتا رو میاد با هم دیگه چی میکنه؟ مقایسه میکنه. میگه تفاوت ها کم اهمیت تر از حالا شباهت ها هستن. این compared که میاد وسط یعنی چی؟ در مقایسه با، پس یه چیز و یه چیز دیگه. He thinks the differences are minor compared to the similarities. He thinks the differences are minor compared to the similarities. حالا میخوام جمله ساده رو بهتون بگم. میگم چی؟ compared to Ali، در مقایسه با Ali، خب compared to Ali یعنی بعد از compared to یه اسم میارم. compared to Ali، compared to Jack، حالا هر اسم دیگه. Reza is faster، رضا سریع تره، درست شد؟ compared to زهرا، مینا is taller، مینا چیه؟ بلند تره. پس ببینید داره مقایسه میکنه، compared to. حالا شما باید جمله سازی رو انجام بدید و کاملا درک بکنید جمله رو که بتونید جملات بیشتری بسازید. ببینید شما تنها کاری که هست و باید حتما انجام بدید اینه که هر قالبی که یاد میگیرید رو باید تکرار و تمرین توی ساختن جملات داشته باشید. این نقطه قالبی که الان یاد گرفتید رو شما باید توی دفتر شکیل و مرتب و منظم بنویسید، جمله سازی کنید. حالا جمله سازی یک بار با نوشتن، یک بار با گفتن، یک بار با دیدن، یعنی شما برید جستجو کنید، تحقیق کنید و شنیدن، برید بشنوید. مثلا اگه معنی کلمه رو بلد نیستید برید هم معنیشو چک بکنید و هم گوش کنید ببینید داره چی میگه و چه نوع تلفظی داره، و حتی برید داخل فیلم ها جستجو کنید و این کلمات و این عبارات و این ساختارها رو پیدا کنید. یعنی مدام باید در حال تحقیق باشید شما، یعنی با زبان انگلیسی آمیخته بشید و هی روز به روز خودتون رو به چالش بکشید. اگر این کار انجام دادید بچه ها توی سال 1403 مطمئنم که به اون چیزایی که واقعا میخواید میتونید نزدیک بشید و برسید. دو تا قالب بهتون یاد دادم و این دو تا قالب رو حتما باید جمله سازیاشو طبق روال قبل انجام بدید. و بازم بهتون میگم اگر تازه به جمع ما اضافه شدید برگردید از جلسه اول ببینید آموزش رو. اگر جلسه قبل رو دیدید و اون جلسه یکی مونده به آخر یا هنوز ندیدید حتما برید ببینید، جلسه چهارم رو برید ببینید. دوستتون دارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. کامنت و لایک فراموش نشه. خدا نگهدارتون.